محاصره ات را محاصره کن. بنصر دلایل را از قاموس فقیهان بیرون آر تا به واقعیتی دست یابی که ویرانش کرده اند آن دلایل، و غبار خود را شرح بده. به شعر و نثر با هم به پرواز درآیید، چون دو بال چلچله‌ای که بهار فرخنده را به ارمغان می آرند. کتاب خاطرات و نوشته های تراب حقشناس از فیزیه تا پیکار در 800 صفحه منتشر شده. تراب حقشناس شب 25 ژانویه 2016 درگذشت. این کتاب رو رفقای او در اندیشه و پیکار به تازگی منتشر کردن. تحولات ایدولوژیک در سازمان مجاهدین خلق در سال 1354، نقش تقیه شهرام، شکل‌گیری پیکار از جمله مسائل مهمی است که در لابلای خاطرها و نوشته‌های تراب حقشناس در این کتاب اون پرداخته شده. همراه با محسن نجات حسینی نگاهی می‌اندازیم به این کتاب و رو معرفی می‌کنیم. آقای نجات حسینی، درود بر شما. با درود به شما و شنوندگان محترم و شادباش فرارسیدن سالی نو. همچنین نوروز بر شما هم مبارک باشد. از مقدمه خاطرات من یک بخشی رو میخونم. تراب حقشناس نوشته است: با نگاه با آینده است که این سرگذشت فردی جمعی را مینویسم. گذشته را حتی اگر نسبت بدان دلبستگی وجود داشته باشد نمیتوان بازسازی کرد، و چه بهتر. هر حادثه ای زاده شرایط تاریخی خود بوده و البته مانند حرکت آب در رود غیر قابل بازگشت است و به تعبیر مشهور در یک رود دوبار نمیتوان شنا کرد. آنچه در مسیر مبارزه طبقاتی با همه افتخیزهای طبیعیش بیاد میماند روحیه هاست و همت ها و ابتکار ها و جسارت ها تا سرحد مرگ برای نیل به آزادی فردی و اجتماعی و ساختن آیندهی شایسته انسان. تجربه‌هایی که در اوضاع مشابه شاید سرمشق باشند و نیز اشتباهات و خطاهای نظری یا عملی که باید کوشید از تکرارشان جلوگیری شود. توجه دارم که این سرگذشت فردی جمعی و وقایع و شهادت دادنها و تجربیات مربوط به آنها همه بر بستر مبارزه طبقاتی مشخصی صورت گرفته که نسلی از جوانان این دوره را به سوی مبارزه جمعی معینی کشانده است. از بررسی همین هاست که شاید بتوان به ریشه های تحولات و مناسبات اجتماعی آن سالها و پیامدهای آن از جمله روی کار آمدن جمهوری اسلامی دست یافت. واقفم که بر سر این گذشته و سرگذشت جنگ برپاست و منطق جنگ بر آن حاکم. آقای نجات حسینی، تراب تأکید کرده روی این که این سرگذشت فقط فردی نیست، سرگذشت فردی جمعی را می نویسد. این گونه است؟ علتش اینه که در این کتاب مطالبی که بیان شده صرفا مطالبی نیست که خود تراب اونها رو تجربه کرده، بلکه در حاشیه تمام کسانی که در یک موضوعی شرکت داشتن و نقش داشتن از اونا نام برده، نقش اونا رو به خوبی توضیح داده و بعد راجع به موضوع و فرد نظر پردازی کرده. اینه که به این خاطر واقعا کتاب نمیشه گفت کتاب فردی هست، فقط اون چی که تراب دیده و شنیده، بلکه تراب تجربیات اطرافیان خودش اونا رو هم نقل کرده. فرضاً به عنوان مثال بگم حسین روحانی در نقش یکی از کسانی که تونستن هواپیمایی که داشت زندانیان سازمان رو از دبی به ایران می برد این هواپیما رو تونستن برو باین و به عراق هدایت کنن،
مثلا حسین روحانی در اونجا این جریان هواپیما ربایی رو حسین روحانی نوشته، اون نوشته رو عیناً تراب در اینجا نقل میکنه. بنابراین دیگه اون نقل تراب نیست، اون نوشته تراب نیست، اون نوشته یه نفر دیگه است. این کتاب بعد از همین ترتیب نقط نظرات افراد دیگه، مثلا اگه کسی نظری داشته در رد مشی چریکی، اون نظر رو کاملا اینجا منعکس کرده. به این دلیل این یک کار جمعی هم به حساب میاد، در این حال که در مجموع محور این کتاب خاطرات خود تراب هست. این کتاب بعد از مرگ تراب حق‌شناس منتشر شده، آیا شما هم در تدوین این کتاب سهمی داشتید؟ تدوین نمیتونم بگم، ولی من در بخشی از کتاب که به هر حال همراه تراب بودم یا شاهد بودم، اونها رو من قبل از چاپ دیده بودم. و بعد این کتاب تأخیرش الان 5 سال از درگذشت تراب میگذره، تأخیرش به خاطر حجم مطالبی که میبایست تنظیم میشد. یعنی کل مطالب مطالبیه که تراب در زمان حیاتش تا آخرین روزی که در بیمارستان بود و همچنان فعال بود، ذهنی بسیار شفاف، حافظهی بسیار سطح بالا داشت و تمام حوادث و خاطرات رو این به یاد داشت. بنابراین کتاب مجموعه اون چیزهایی هست که تراب در زمان حیاتش یا بیان کرده بود یا به صورت یک سری نوار اینا رو گذاشته بود. این نوارا رو پیاده کردن، حدود 80 فایل صوتی بوده، اینا رو جمع اندیشه و پیکار واقعا زحمت کشیدن تمام اینا رو پیاده کردن و بعد اینا رو تا اون جایی که ممکن بوده به گوش تراب رسونده بودن، براش خونده بودن و اگه احیانا تغییری لازم بود تغییر داده بودن. ولی این به این معنی نیست که تمام کتاب، مجموعه کتاب بعد از این که جمع‌آوری شده توسط تراب میراث‌داری شده. چنین چیزی اتفاق نیفتاده، به خاطر اینکه متاسفانه بیماری تراب این فرصت رو ازش گرفت. ولی در اولین صفحه در واقع درباره این کتاب که جمع اندیشه و پیکار نوشتن، از تراب نقل میشه که رفیق تراب زمانی که در بیمارستان بستری بود میگفت اگر من نرسم این خاطرات را به انجام برسانم، شما در هچل بزرگی خواهید افتاد. و واقعیت هم همینه، یعنی شما حساب کنید 850 صفحه خاطره است. این مطالب در قطع کتاب کلن قطع وزیری داره، قطع وزیری خواست خود تراب هست، یعنی اندازه کتاب بخوام بگم یه چیزی بین A5 و A4 هست، یعنی قطع بزرگی هم نسبت به کتاب معمولی. بعد خواسته تراب این بوده که این کتاب در یک جلد منتشر بشه که این کارو کردم. عکسی روی جلد هست که تراب رو میبینید از پشت سر، میبینید که در حالی که دستانش به خاطر بیماری ALS آویزان هست مثل دوتا پاندول، داره در یک مسیر درازی در آرامگاه پغلاشه در تاریخ، جایی که پوران بازرگان در اونجا خاکسترش آرام گرفته، داره در اون خیابون میره روی سنگ فرش. و این عکس رو خود تراب وقتی دیده بود گفته بود اینو بزنید رو جلد کتاب. یا اسم کتاب مثلا از فیضیه تا پیکار، این همه گزینش هاییه که خود تراب داشته. شما یک نمایی بدید از این ساختار این کتاب، یعنی فهرستش وقتی نگاه میکنی از خاطرات دوران کودکی در جهرام هست و بعد سه سالی که در عنوان طلبه در قم بوده و بعد دوران دانشجویی و آغاز فعالیت سیاسی، این نگاهی بکنید به این فهرست. بله، کتاب شامل 11 فصل هست که این فصل‌های کتاب بیان رویدادها به ترتیب زمان هست، یعنی از کودکیش گرفته تا سازمان پیکار و بعد تبعید، سالیان تبعید. کتاب دارای 9 پیوست هست که این پیوست‌ها بیشتر مقالاتی هست که تراب قبلا نوشته شده، 10 سال پیش، 20 سال پیش. مجموعه پراکنده است،
11 پیوست داره که اینا رو در پایان کتاب آوردم. بنابراین میشه گفت که حدود 20 بخش در کتاب هست. در بخش اولش خب دوران کودکی تراب در یک خانواده روحانی و کاملا مذهبی به دنیا میاد. وضع معیشتی خوبی نداشتن خانواده. پس از تلاش‌های بسیاری که پدرش میکنه به دامداری رو میاره و 50-60 تا گوسفند میگیره و اینا رو تراب در سن 12-13 سالگی هر روز اینا رو به عنوان چوپان میبرده به صحرا و اونجا تحویل میداده به چوپان حرفه‌ای که 500-600 تا گوسفند داشته و بعد شب میرفته از اون تحویل میگرفته. این کار تراب بوده هر روز، ضمن اینکه مدرسه میرفته و تا کلاس 9 در مدرسه ادامه میده تحصیلشو. دو تا از بستگانش که تقریبا هم سن و سال تراب هستن، اینا علاقمند میشن که برن قم و در حوزه علمی قم یه آشنایی داشتن، اونجا برن اونجا تحصیل کنن. مادر تراب هم که یک زن فرهیخته و با سواد و میشه گفت نسبت به دوره برگیای خودش زن واقعا اندیشمند بوده، پیشنهاد میکنه به تراب که تراب هم با اون بچه ها بره قم. و تراب بعد از کلاس نهم دبیرستان، یا اون زمان میگفتن سیکل اول، میره حوزه علمی قم. 3 سال در حوزه علمی قم درس طلبگی میخونه. در اونجا تجربیات شو در این کتاب بیان کرده، افراد مختلف رو نام برده، روحیاتی که در بین روحانیون بوده اینا همه رو اینجا بیان کرده. کتاب بسیار خواندنی هست، ضمن اینکه خاطراتی هست که فراز و نشیب‌های بسیار زیادی توش داره و بعضی جاها واقعا اشک خواننده رو در خواهد آورد، ولی در این حال بسیار جذاب هست. اینه که حجم، امیدوارم حجم صفحات کتاب باعث نشه که کسی کتاب رو ناقص بخونه. آقای نجات حسینی، درباره تحولات ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین خلق در سال 1354 و نقش تقیه شهرام اونجا رو صحبت کرده و نوشته، درسته؟ آیا چیز تازه هم هست توی مثلا ناگفته‌ای بوده که الان گفته شده باشه؟ ناگفته نمیشه گفت ناگفته، به خاطر اینکه این ور اونور به هر حال به صورت‌های مختلف افراد مختلف، اونایی که شاهد این جریانات بودن، بیان کردن، سخنرانی کردن یا جایی نوشتن. ولی در اینجا تراب تغییر ایدئولوژی رو میاد در یک بخش خیلی مفصل. نظر تراب درباره نقش تقیه شهرام چی بوده اونجا؟ اونجا به صراحت گفته شده؟ بله کاملا کاملا شخصیت تغییر شهرام رو اونجا بیان کرده، بعد نقش تغییر شهرام رو آشکارا بیان کرده. هیچ جا ملاحظه این که پوششی روی کارهای تغییر شهرام گذاشته باشه نذاشته، بی پرده کاملا اونچه را که غلط بوده نام برده، اونچه را که اتفاق افتاده که ناخواسته بوده و چه بسا تصمیمات یک فرد بوده. مثلا چی گفته درباره به عنوان مثال میگه تغییر ایدئولوژی یک زایمانی بود که میتونست آموزنده باشه، میتونست فراگیر باشه، میتونست سازمان مجاهدین و نیروهای چپ رو در واقع در یک راستای بسیار زیبا، در یک تحول در اندیشه، اینو به مردم معرفی کنه. ولی این زایمان با خونریزی همراه شد و این دردی بود که دامن نه تنها سازمان مجاهدین رو لکه دار کرد، بلکه تمام نیروهای چپ رو. اینجا اون وقت نقش شهرام رو در کمیته مرکزی و اینکه تصمیمات دو نفره فرزند شهرام و بهرام آرام به کشتن مجید شریف واقفی منتهی میشه، بعد شریف واقفی رو اینجا به خوبی معرفی میکنه، برخلاف اینکه بعد از مخصوصا بعد از سال 57 در ایران به شریف واقفی رو به عنوان یک قدیسی که پرچمدار اسلام بود و به خاطر اسلام کشته شد معرفی میکنم، در حالی که واقعیت چنین نبوده. مجید شریف واقفی در یک حالت انفعالی قرار گرفته بود، در
برهه اول تغییر ایدئولوژی مجید شریف واقفی همراه بود با دو عضو دیگه کمیته مرکزی، یعنی بهرام آرام و تقی شهرام. اشاره به نامه ای میشه که شریف واقفی نوشته بود و در اون نامه آرزو کرده بود میتونستم موقعیت و توانمندی مانند بهرام آرام در سازمان داشته باشم. بهرام آرام کسی بود که خیلی پیش از اعلام تغییر ایدئولوژی داده بود. تراب معتقده که اگر تقی شهرام و بهرام آرام با یک دید منطقی و درست به این مسئله برخورد کرده بودند و شتاب زده دست به یک عملی که در واقع جرم و جنایت به حساب میاد دست نزده بودند، امکان بسیار زیادی بود که شریف واقفی مانند بسیاری از اعضای دیگه که یک دوران تزلزل رو در ایدئولوژیشون گذرانده بودن اونم تغییر عقیده میداد. ولی متاسفانه برخورد یک جانبه و برخورد بسیار توهین‌آمیزی که به شریف واقفی کردن این باعث شد که شریف واقفی در موضع مقابل اینا قرار بگیره. و اینم بگم که شریف واقفی به انفعال کشیده شده بود. اگه خاطرات لیلا زمردیان رو بخونید که بخشی از اون در همین کتاب باز اومده، اونجا به خوبی آشکاره که لیلا زمردیان همسر شریف واقفی اونو سرزنش میکنه که چرا تو به انفعال افتادی. ولی در همین برهه بوده که شریف واقفی با مرتضی سندیه لباف و شاه فوندی ملاقاتی میکنه و اونا که آتششون گرم بوده و خیلی هم از دست کمیته مرکزی سازمان تغییر شهرام مخصوصا دلخور بودن، اونا مورد در واقع یه سری اتهامات و یه سری برچسب های چه بسا ناشایسته قرار گرفته بودن. اینه که اونا شروع شوقی داشتن که اونو منتقل میکنن به شریف واقفی که بیا ما ادامه بدیم، بیا ما با هم کار رو ادامه بدیم. بلا چه بسا اگه اون برخورد صورت نمیگرفت، شریف واقفی خط دیگری رو پیش میگرفت. اینا رو تراب به طور مشروع اینا همه رو نظر خودش رو هم اونجا عنوان کرده، نه نظر کنونیش رو. یعنی اون در اون مقطع خود تراب چه نظری داشته؟ بله بله، بیان میکنه که چجوری از این جریانات مطلع شد و چجوری اون موقع در خارج بوده. بله تراب در خارج بود. تراب بعد از این که در واقع تراب بعد از سال 49 در خارج موندگار شد، حالا من اشاره میکنم که چرا موندگار شد، و بعد بود تا سال 57. خب نظر تراب چی بوده اون در اون مقطع؟ نظر تراب که این جریان رو محکوم میکرد، یعنی تمام منطقه مسئله این بود که، یعنی همون موقع محکوم میکرد، منطقه مسئله این بود که تا مدتی هیچ کس در سازمان مجاهدین خبر نداشت از این جریان، یعنی حتی اعضای سازمان از این جریان خبر نداشتن. یعنی حتی لیلا زمردیان که همسر شریف واقفی بود و نامه‌ای که اون نوشته بود به مرکزیت، در واقع اون نامه باعث شد که مرکزیت شتاب زده تصمیم بگیره و اینا رو به اعدام محکوم کنه، حتی اون اطلاع نداشت. تا مدت ها اعضای سازمان مجاهدین اکثرا شاهد برنامه تلویزیونی بودن که محسن خاموشی اومده بود تو برنامه تلویزیون توضیح میداد که ما چجوری شریف واقفی رو کشتیم و جسد چند سوزوندیم. و حتی این مسئله رو که توی تلویزیون بازتاب پیدا کرده بود، حتی این مسئله رو خیلی ها باور نمی کردن، می گفتن این صحنه این به یه مصاحبه ساختگی و می خوان اون رو مثلا خود سواک شد کشته، می خوان مجاهدین رو متهم کنن. یعنی تا مدتی هیچ کس خبر نداشت که جریان چی بوده، مخصوصا بخش خارج از کشور که اصلا ایران نبودن. وقتی که اینا فهمیدن، خب طبیعتا در پی این بودن که ببینن علت چه جوری بوده، اصلا علت چی بوده و چه جوری اینا محکوم شدن، کی اینا رو محکوم کرده، که خود این مدتی به درازا کشید. یا مثلا علیرضا سپاسی آشتیانی که نماینده تقی شهرام و بهرام آرام بود، اومده بود خارج که تغییر ایدئولوژی رو ترویج بده، خود اون هیچ اطلاعی از این جریان نداشت که اصلا شریف واقفی رو از مرکزیت اخراجش کردن، به کار کارگری فرستادن، بعد اون به انفعال کشیده شده، امثال این چیزا هیچ که خبر نداشت.
ولی اون وقتی که با خبر شدن و جریانات رو پیگیری کردم و دیدم که به چه سادگی و در چه زمان بسیار کوتاه، یعنی از زمانی که نامه لیلا زمردیان میاد به مرکزیت میرسه که الان یه ماهه که شریف واقفی با دو سه نفر دیگه جمع شدن و اینا دارن تشکیلات رو دوباره برقرار میکنن، همون تشکیلات مذهبی رو. این نامه وقتی که میرسه به مرکزیت، در ذات سه روز بعد از این شریف واقفی رو ترور میکنن. یعنی بسیار شتاب زده، بسیار غیر منطقی. و خود تقی شهرام در کتابی که یادداشت‌های زندان نوشته در بعد از اینکه در سال 58 در تهران دستگیر شد و تقریبا یک سال و یک ماه در زندان سپاه پاسداران بود، در اونجا یه سری یادداشت‌هایی که این یادداشت‌هام کتاب شده و در سایت اندیشه و پیکار در دسترس هست، میتونید اونجا بخونید. در اونجا خود تقی شهرام میگه که ما بسیار شتاب زده عمل کردیم. ما میبایست اون روز فکر میکردیم که با کشتن شریف راغتی در واقع ما اونو یه قدیس میکنیم، اونو یه آدم مقدس میکنیم برای مذهبیان. در برای دادگاه تقی شهرام در همون سال 58 و 59 اونجا هم خب در اون موقع در واقع تقی شهرام میشه گفت که عضو هیچ گروهی نبود، چون تقی شهرام در اواخر سال 57 از هر نوع مسئولیتی در سازمان مارکسیستی مجاهدین بگیم برکنار شد. بعدن این سازمان شد بخش منشعب که بعدن شد پیکار. یعنی تقی شهرام وقتی که در ایران دستگیر شد عضو هیچ گروه و سازمانی نبود، ولی پیکار به پاس زحماتی که تقی شهرام به هر حال برای سازمان کشیده بود، شما حساب کنید در تحول یک اندیشه تقی شهرام نبود که کودتا کرد و تغییر ایدولوژی رو در سازمان پیاده کرد. تقی شهرام خودش یک عنصری بود که تحت تأثیر تمام جریانات سیغل دادن اندیشه اعضای سازمان، در اثر مطالعاتی که در سازمان بود، در اثر بحثایی که در سازمان بود، و این جریان یه جریان دراز مدت بود. اینا رو تو را به خوبی در این کتاب توضیح میده که این جریان از همون سال 44 که سازمان مجاهدین شکل میگیره در واقع کلید خورده که این سازمان از دوگماتیسم مذهبی بیرون اومده، اسلام رو به عنوان یک راه درستی که میتونه مبارزه رو هدایت کنه اینجوری میبینه. یعنی محور مبارزه بوده. سازمان مجاهدین هیچ وقت ادعای یک سازمان اسلامی رو نکرده، هیچ جا نگفته که ما خواهان یک حکومت اسلامی هستیم، هرگز چنین چیزی برای مجاهدین نبوده. و اینا رو تراب کاملا توضیح داده که بنابراین تقی شهرام نبوده که اومده کودتا کرده. چون الان ایده زیادی توی ایران خب مقاله، روزنامه، بعد کتاب، سخنرانی، فیلم، سریال ها همه نشون میده که تقی شهرام میبخشید یک بزهکار، یک ماجراجو اومد و عقیده خودش رو به یک سازمان مذهبی تحمیل کرد و این سازمان رو مارکسیستی کرد. در واقع حرکت جمعی بوده. آقای نجاتتانی درباره مسعود رجوی هم چیزی گفته تراب؟ بله بله بله، درباره مسعود رجوی و حتی اون بخشی که در خارج از کشور اتفاق افتاد زمانی که اینا در انقلاب فرهنگی و ایدئولوژیک که در پادگان اشرف در عراق رخ داد و جریانات رو حتما شنیدید، اینا رو تراب یاد میکنه و اینا رو نظر خودش رو کاملا همون نظری که بعد از اون جریانی که مریم رجوی، در واقع مریم ابریشمچی به مریم رجوی تبدیل شد، در همون موقع تراب و پوران یک یادداشتی در به صورت یک جزوه منتشر کردن و این جریان رو کاملا محکوم کردن. تراب
در اینجا هم به طور مختصر از این نام میبره، ولی خب نوشته مفصلش هم اینه که اونا همه در سایت اندیشه و پیکار در هنگام این تغییر ایدولوژی مسعود رجوی چه جایگاهی داشته؟ کجا بوده؟ چی میگفته؟ مسعود رجوی اون موقع در زندان بود. من اینطور که گفتم تغییر ایدولوژی پروسه بوده، یه جریان بوده، یه نقطه نبوده که یه شبه همه. ولی به هر حال مسعود رجوی در زندان و همراه موسی خیابانی از جمله افرادی بود که شروع کردن به بازسازی همون تشکیلات مذهبی مجاهدین. بله بله، یعنی ببینید کلن در زندان اگر مسعود رجوی اینجور میشه گفت، چون شخصیت ها افراد نقش دارند، به این معنی نیست که افراد نقش دارند که از نقطه صفر شروع کنند و تا پایان ببرند، نه، خود افراد میبینید اون عناصری هستند که در یک جریان قرار گرفتن ولی در یک مقطع اینا میتونن اون جریان رو ادامه بدن. اینجا نقش افراد خیلی موثر است. مسعود رجوی یک همچین نقشی داشت. مسعود رجوی اون زمانی که احساس میکنه در زندان بچه ها اعضای سازمان یکی پس از دیگری دارن تغییر ایدولوژی میدن، مذهب رو دارن کنار میذارن، اندیشه سکولاریزم رو دارن تبلیغ میکنن، بعضی ها مارکسیسم رو تبلیغ میکنن، اون دست به کار میشه و حلوش خودش رو اعضایی که بودن اونا رو سعی میکنه جمع کنه، بهشون دلداری بده، بهشون الهام بخش اونا باشه، ندید بده که نه ما میتونیم، ما ادامه میدیم، ما مبارزمون رو ادامه میدیم، ما انگیزمون رو نباید از دست بدیم، ما با انگیزه اعتقادات مذهبی به این سازمان اومدیم و امثال اینا. مثلا شما موسی خیابانی رو که اسم بردید، اونایی که در زندان شاهد بودن، موسی خیابانی در بعد از این که مشاهده میکنه که بچه ها دارن تغییر عقیده میدن و عقیده رو مورد کنکاش و بررسی قرار دادن و این چیزا، موسی خیابانی حدود 6 ماه در انزوا و تنهایی در زندان خودشو کنار میکشه از همه چیز. یعنی اگر مسعود رجوی نمی بود که دست موسی خیابانی رو بگیره، چه بسا موسی خیابانی هم تغییر ایدولوژی داده بود. یا فرزن ابریشمچی اصلا در زندان مشهد، اونه که با ایشون بودم، یه روزه که از بچه ها میاد به جمع مارکسیست شده ها میگه که مهدی هم داره میاد تا یه هفته دیگه با ماست. صحبت کرده بود، اقناعش کرده بود و اونم پاسخی نداشت که در رد مثلا دلاله اون طرف ارائه بده. به هر حال اینا منتظر بودن که مهدی هم بیاد، ولی به هر حال مسعود رجوی از طریق پیام هایی که میفرستادیم و اون وقت بالاخره مهدی رو هم به طرف جناح خودشون کشید. بله، حالا آقای نجات حسینی، چند تا محور دیگه هم هست که با این وقت نگاه میکنم بونم برسیم. برسیم به تشکیل پیکار. تو را بخشنات نقش مهمی داشته در خارج از کشور، حتی به عنوان نماینده اون جمع، اون سازمان در خارج از کشور تماس میگرفته با جریانات دیگه، مثلا در یمن، لیبی، تو لبنان، فلسطین، اینها. ولی وقتی برمیگرده ایران جزو رهبری تشکیلاتی سازمان پیکار نبود. بله درست، به خاطر اینکه در بعض در واقع تشکیل سازمان پیکار، قبل از اینکه سازمان پیکار تشکیل بشه، یه جمع 12 نفره از مسئولین داخل کشور، چون اون موقع تقی شهرام اومده بود پاریس بود، چرا که از 2 سال پیش از اون فکر کردن که رهبری رو از جریان دستگیری ها در ایران دور کنن، بنابراین بنا شد تقی شهرام و جواد قائدی بیان خارج و اونا در پاریس بودن. بعد یک جمع 12 نفره در ایران که اینا به تغییر شهرام انتقاد داشتن، برنامه های اونو محکوم کرده بودن، ترور های اونو محکوم کرده بودن، تصمیم گرفتن بیان خارج در یک فضایی که نسبتاً آزاد باشه، تحت پیگرد روزمره نباشه، بیان در خارج و بحث کنن و وضعیت تغییر شهرام رو روشن کنن. اینا اومدن در پاریس و در اون موقع ترابرشناس در پاریس نبود، ترابرشناس در منطقه خاورمیانه بود، سرگرم تبلیغات برای سازمان، اداره پشت جبهه سازمان،
تماس با نیروهای طرفدارش در گروه‌های مختلف. حداقل تراب اونجا کار اجرایی داشت و جز این جمع نبود. اون جمع 12 نفره که از ایران اومد بعدا اینا معروف شدن به شورای مسئولین، چون بنا شد رأی‌گیری کردن از اونایی که حضور داشتن در اون جلسات و بنا شد که تغییر شهرام رو از رهبری سازمان کنار بذارن و دیگه سازمان هیچ مسئولیتی به اون نخواهد داد. بعد این شورای مسئولین بود که بعدا تبدیل به پیکار شد. اینا دو سه ماهی در پاریس بودن، بعدا برگشتن ایران و در ایران سازمان پیکار رو اعلام کردن. باز تراب همچنان در منطقه خاورمیانه بود. اینه که تراب با یک تأخیر 3-4 ماه میشه گفت در فروردین 58 برمیگرده به ایران. ولی خب تراب، شخصیت تراب این بود. بعضی ها این سوال میکنن که چرا تراب که از اول با محمد حنیف نژاد و بنیانگذاران سازمان بوده، قبل از اصلا تشکیل سازمان با اینا جلسه داشته، بحث میکرده، کارهای سیاسی میکردن، در نهضت آزادی همکار بودن، چرا تراب جز بنیانگذاران نبود؟ اون موقعی که بنیانگذاران تصمیم گرفتن که سازمانی تشکیل بدن، که البته اینو تراب اطلاع داشت، ولی به خاطر این که در دانشسرای عالی تحصیل کرده بود و 5 سال تعهد خدمت در شهرستان داشت، اون موقع اون دوران خدمتشو میگذروند، ولی از کماکیف سازمان کاملا اطلاع داشت و هر وقت تهران میومد هر کمکی که از دستش برمیومد به تشکیلات انجام میداد و این کمک ها تراب رو در نقش یک مسئول درجه یک اجرایی سازمان میشه گفت منصوبش کرد و این نقش اجرایی رو این همیشه داشت، چون هیچ کس کارایی تراب رو، یعنی تراب به جای اینکه بره در کمیته مرکزی بشه، نتیجه بخشی این آدم خیلی بیشتر این بود که در صحنه باشه و بتونه رابطه ایجاد کنه، بتونه کانال بزنه، بتونه تبلیغ کنه، بتونه امکانات برای سازمان فراهم کنه. همین نقش رو در سازمان پیکار هم داشت، برحال جزء تحریریه پیکار بود و در اونجا نقش بسیار بارزی داشت و این نقش رو در تبعید ادامه داد. بعد بعضی ها ایراد گرفتن که چرا تراب سازمان پیکار رو بازسازی نکرد در تبعید. این رو در کتاب بخونید، تراب این رو خشنگ توضیح داده چرا این کار عملی نبود اصلا. ولی تراب در حد خودش، سایت اندیشه پیکار اگه مراجعه کنید، یه گنجینه اصلا فرهنگ مبارزاتی 60-70 سال گذشته. تراب تا اون جایی که تونسته، چه از سازمان مجاهدین، از سازمان مجاهدین مارکسیستی، از سازمان مجاهدین بخش منشه و از پیکار، تمام مواد آموزشی، تولیدات فرهنگی، کتاب، مقاله، اعلامیه، بیانیه، هر چی که بوده تا تونسته اینا رو جمع‌آوری کرده در این سایت و این یک منبع بسیار غنی و پرارزش است برای کسانی که بخوان پژوهش کنن، بخوان بشناسن در واقع جریانات مبارزاتی 60 سال اخیر. بله آقای نجات حسینی، یه بخشی از کتاب، یعنی تعداد صفحات و موردهایی که اشاره کرده به مهندس مهدی بازرگان خیلی زیاده. آیا رابطه خاصی داشته و مرتب از آقای بازرگان نام برده شده؟ بله، تراب اولا، تراب 16 سال با مهندس بازرگان در نهضت آزادی و بعد در سالهایی که ایشون زندان بود، تراب همیشه با مهندس بازرگان باز همون کارهای اجرایی نهضت آزادی رو به عهده گرفته بود. از این زاویه با مهندس بازرگان و آیت الله طالبانی و دکتر صحابی مرتب تماس داشت. زمانی که اونا در زندان بودن، تراب رابطه بین زندان و بیرون بود. تمام سخنرانی های بازرگان در داخل زندان رو اینا رو میگرفت بیرون، دفاعیات بازرگان در دادگاه ها رو اینا رو میگرفت بیرون منتشر میکرد. و میگم در کار اجرایی تراب بهترین واقعا نیرو بود که اگه این میرفت توی یک کمیته مرکزی و به کارهای تئوریک بپردازه و اینا، واقعا سازمان ها، همون سازمان هایی که تراب بایشون بود،
از بسیاری امکانات محروم می شوند. ولی تراب تونست این کار بکنه. به هر حال 16 سال با مهندس بازرگان در یک همچین نقشی بوده و مهندس بازرگان رو به خوبی می شوند. تقریبا 115 صفحه راجع به مهندس بازرگان و فعالیت های اون نوشته و اونو نماینده بورژوازی ملی ایران می دونه که یه فرد سیاسی بوده در با درک طبقاتی که داشته با همون درک در واقع مبارزه می کرده. در همین کتاب تراب توضیح می ده که ما از بنیانگذاران سازمان رفتیم منزل یکی از آشنایان با مهندس بازرگان. مهندس بازرگان رو گفتیم دعوت کرد اونجا و ما رفتیم اونجا که براش توضیح بدیم که ما دستن در کار یک سازمان مبارزاتی هستیم. بعد که میرن اونجا تراب نقل میکنه میگه که ما اونجا سعی کردیم که هیچ از مارکسیسم، از مارکسیستا، از چپی ها، از این چیزا اصلا هیچ صحبتی نکنیم، ولی ما گفتیم که فکر نکنید که ما بیکار بودیم چون مهندس بازرگان زندان بود. هیچ اطلاعی نداشت. تنها کسی که خارج از سازمان مجاهدین از حضور مجاهدین در صحنه مبارزه اطلاع داشت آیت الله طالقانی بود. یعنی اینقدر اعتبار داشت این مرد برای مجاهدین که به اون گفته بودن ولی به بازرگان تو موقع نگفتن. به هر حال میرن برای بازرگان توضیح میدن که ما بچه ها رو جمع کردیم و یه نیروی مبارز هستیم و مبارزه ما قهرآمیز خواهد بود و یه مقدار اینا که میگن ما از طبقات زحمتکش و کارگرها حمایت میکنیم و این حرفا که میزنن بازرگان همه رو گوش میده. بعد دست آخر بعد از نیم ساعت میگه که من خوشحالم که شما فعال هستید ولی حرفایی که زدید همش حرفای کمونیست هست. به هر حال اینا تراب اینا رو همه رو بیان کرده، کارهایی که بازرگان کرده در حال اینا ارزشمند بوده، روشنگری هایی که بازرگان کرده. شما کتاب های بازرگان اگه بخونید، بازرگان تمام سالیان عمرشو در مبارزه با رژیم گذاشته با دیدگاهی که البته داشته و بعد کاری که بازرگان کرده در واقع اون چیزی که ما امروز تغییر ایدولوژی در سازمان مجاهدین میبینیم و این یک تحول تاریخی. حالا بگذاریم از این که در حال عده زیادی از این ممکنه آسیب دیدن، عده زیادی ممکنه که از نظر روانی، از نظر حتی اعتقادی لطمه دیده باشن، ولی واقعیت اینه که یک سازمانی، یک تحول ایدئولوژیک در یک سازمان صورت گرفته. یک چنین چیزی ما در تاریخ ایران نداشتیم. افراد بودن، روشنگر، روشنفکرهای زیادی بودن که تغییر ایدئولوژی دادن، ولی یک سازمان مبارزی که با هدف مبارزاتی خودش در واقع از ایدئولوژی مذهبی عبور میکنه، این یه بخش مهمش در واقع میشه بود که خدماتیه که همین مهندس بازرگان با کتابایی که نوشته، چون اینا اومدن علم رو به مذهب گره بزنن، علم رو به مذهب گره زده در کتاباش. شما کتابای بازرگان اگه بخونید مثلا عشق و پرسته، عشق به خدا رو با ترمودینامیک، مثلا با قوانین ترمودینامیک که متخصصش بود سعی میکنه توجیه کنه، یا مثلا مسئله وحی، حضور پیامبران، اینا همه رو سعی میکرد علمی نشون بده، که البته اینا در پایان به جای نرسید. و خود بازرگان اگه شنیده باشید در سال 1371 در یک سخنرانی مطرح میکنه، میگه که حالا بازرگانی که تمام عمرشو گذاشته برای اینکه گره بزنه به اینکه دین، مذهب همون چیزایی که علم روز برای ما برمغان آورده، مذهب اینا رو نهادینه در خودش داشته و ما باید اینو کشف کنیم، همش دنبال این بود. ولی در سال 71 در یک سخنرانی میگه که پیامبران نیومدن که زندگی دنیا و علم رو به ما نشون بدن، پیامبران فقط اومدن که بگن آخرتی هست، فقط اومدن که بگن آخرتی هست. یعنی خود مهندس بازرگان به این نقطه رسیده که پیامبران نیومدن اینجا که شیوه زندگی به ما یاد بدن. شیوه زندگی رو باید از راه خردورزی بشر خودش پیدا کنه. شما خودتون هم شخصا با تراب که از مدت‌ها پیش در خارج از کشور پیش از انقلاب ارتباط داشتین، دفعه پیش که با شما صحبت میکردم به این مسئله خود شما اشاره کردیم. تو این کتاب هم من نگاه کردم دیدم هست که از جمله داستان دستگیری شما در لبنان و اینا رو توضیح داده.
بله، تراب برای من غیر از یک دوست، غیر از یک عضو سازمان، غیر از یک فرد فعال مورد احترام، برای من واقعا فرشته نجات. من جای مختلف دستگیر شدم، در دو بی دستگیر شدم که ما داشتم می بردن ایران که حالا اون جریان هواپیما رو بایی و اینا بگذاریم. در اونجا مثلا تراب نقش اساسی داشت، از طریق فلسطینی ها تونسته بود یه سری تماس بگیره و بالاخره بچه ها رو بفرسته به منطقه، افراد رو، اطلاعات ما رو به داخل ایران منتقل کنه. نقش بسیار مهمی داشت در اون جریان. بعد ما رفتیم بغداد، در بغداد ما رو زندانی کردن، شکنجه کردن و از ما میخواستن که اونجا بمونیم اگه ما مبارزیم ضد رژیم شاه هستیم. ما که نگفته بودیم عضو سازمانی، میخواستن که ما در بغداد بمونیم. در اونجا تراب تلاش بسیاری کرد، از طریق سازمان آزادی بخش فلسطین بارها اومد اونجا، دیدار داشتیم. ما زمانی که در بازداشت عراقی ها بودیم یه بار تراب اومد در اونجا، حتی اجازه گرفته بود با نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین اومدن اونجا دیدار ما. اونجا به ما نوید داد که ما داریم کاری میکنیم که شما را از عراق تحویل بگیریم ببریم بیرون و بالاخره این تلاش ها بود که بالاخره ما را اونجا برد بیرون. بعد رفتیم در بیروت بودیم، من از بیروت داشتم میرفتم ایران، در اونجا اولین نفری بودم که دستگاه کشف فلز گذاشته بودم تو فرودگاه، من اولین نفر قربانی این دستگاه کشف فلز بودم، ما اطلاع نداشتیم و من اونجا دستگیر شدم چون رو بدنم اسلحه و مهمات جاسازی شده بود. به هر حال من اونجا زندان بودم، در طول یک سال و نیم زندان در لبنان، در غربت، در بین خارجی ها و یه بخشی شش ماه از اون در یک زندان بسیار دور افتاده و شرایط بسیار دشوار. تنها کسی که جرأت میکرد و میومد و گاهی به من سر میزد تراب بود. و بالاخره آخرین روزی که من از زندان آزاد میشدم، تراب فکر کرده بود چون جریان من پیچیده شده بود، سفارت ایران در لبنان از دولت لبنان خواسته بود که منو به ایران تحویل بدم و معلوم نبود که من سرگذشتم چه خواهد شد. تراب یه گذرنامه جعلی برای من درست کرده بود و برداشته بود اومده بود با اون زندان دور افتاده که نزدیک مرز سوریه بود. آزادی دو جور بود، یا این که می آوردن بیروت می پرستادن کشور مطبوعش، خارجی ها رو این کار می کرد، یا می بردن مرز سوریه و اونجا می گفتن برو اون برای مرز. تراب فکر کرده بود اگه احیانا منو ببرن مرز سوریه، که البته قبل از این که این جریان اتفاق بیفته آزادی من مطرح بشه، تراب دو بار با یاسر عرفات رفته بود دیدار کرده بود، یاسر روزی داده دیگرد. تراب خیلی زحمت کشید، دست حوادث اینجوری شد که تراب در راهی که می اومد به زندان، اون زندانی که من بودم دور افتاده بود، تقریبا 100 کیلومتر دور از بیروت بود، شب از اونجا راه افتاده بود که صبح زود بیاد در اون شهری که من اونجا زندانی بودم. اون شهری که من زندانی بودم مرکز مواد مخدر لبنان بود و رفت آمد به اون شهر خیلی شک برانگیز بود. اینه که یک شهری وسط راه تراب میگه من این شب اینجا میمونم که صبح زود برم دم مرز ببینم اگه اینو آوردم دم مرز ولش کردن، من این گذرنامه رو بهش بدم که با گذرنامه بتونه بره اون ور، ولی بره اون ور دوباره سوریه میگیرنش. خلاصه این اومده بود وسط راه، فکر کرده بود شب رو اونجا استراحت کنه، صبح بیاد به تاکسی بلد نبود اون شهر رو، به تاکسی میگه منو جلوی هتل پیاده کن. این تاکسی بی انصاف هم حالا یا مأمور بوده یا به هر حال انگیزه خاصی داشته، اینه میبره درست جلوی یه مرکز پلیس پیادهش میکنه که اون دوره برم هیچی نبوده مرکز پلیس. تا این پیاده میشه مأمور پلیس میبینه نصف شب یکی اومده اون شهرم، چون گفتم بین راه اون مرکز مواد مخدر بود اون شهرم، از کی میرفت خیلی شک میکنم. خلاصا اون شک میکنه که این کیه که این ساعت 8 شب اومده تو این شهر غریب. حالا این بار اومد تراب میره از اون پلیسه میپرسه که اینجا هتل هست، اون میگه تو کی هستی و چی هستی و بیا تو. خلاصا گذرنامه جعلی که عکس من روش بوده اونو میدینن تو جیبش و این مال کی و این چیزا. بالاخره روز بعدش ترابو که اونجا دستگیر کردم، منم که بنا بود اون روز از زندان آزاد بشم اشدار موندیم اونجا شما بله ترابم اونجا یه ماه نیم زندان بود
سر همین جریان و بعد باز دوباره همون ارتباطاتی که کانال‌هایی که تو را با نیروهای مبارز در بیروت و با سازمان آزادیبخش فلسطین برقرار کرده بود، اون کانال‌ها بود که من و تراب رو دوباره از چنگ پلیس لبنان بیرون آورد. بله. آقای نجات‌حسینی، ما وقتمون تموم شده، باید تموم بکنیم، ولی دوست دارم اینجا صدای تراب رو بشنویم که چندی پیش، یعنی مربوط به سالهای خیلی قبل، با او در رادیو همبستگی گفتگوی داشتیم و از جمله، حالا اونو که نمیتونیم چی پخش بکنیم، ولی تراب به زبان عربی مسلط بود و شعرهای محمود درویش رو ترجمه کرد. بخشی از یک شعری که ترجمه کرد از محمود درویش رو میشنویم. زندگی را دوست میداریم همان گونه که هست، عادی، فریبکار، خاکستری یا رنگارنگ، نه قیامتی در آن و نه آخرتی، و اگر شادی بایدمان همان به که بر دل و بر گرده سبک باشد. مگر نه این که مؤمن کار آزموده از یک شادی دوبار گزیده نمی شود. به عنوان آخرین سوال، کلن آیا تغییری در باورها و داوریهای تراب تو این کتاب مشاهده می کنیم؟ مثلا وجود اومده باشه، چون خودش هم توی مقدمه از خطاها و اشتباهات هم صحبت میکنه که بله از خطا و اشتباهات تراب صحبت میکنه، جاهای ابراز پشیمانی میکنه از اون چه که انجام داده و میبایست شاید راه بهتری رو انتخاب میکرد، اینا هست در کتاب. ولی از نظر اندیشه سیاسی و تفکر سیاسی تغییر چندانی شما نمی بینید در این کتاب. یعنی این واقعیتیه که تراب بود روی اون تفکری که به هر حال بهش رسیده بود همواره تکیه می کرد، البته با احترام به تمام اندیشه های دیگه. تراب گفتم اهل ارتباطات بود، اهل پیدا کردن کانون های ارتباطی با همه، با انواع اقسام اندیشه ها بود. البته من یه چیزی رو یادآوری کنم، در این کتاب گفتم تراب ضمن این که حوادث رو بیان کرده، رویدادها رو همه رو برشمرده، تجربیات خودش رو بیان کرده، افرادی که در این کتاب بودن ازشون نام برده، خیلی وقتا اینا رو نظر خودش نسبت به این فردم توضیح داده و این خب حق تراب بوده که این نظر رو توضیح بده، ولی از اونجایی که بعضیا خب ممکنه که این نظر رو درست ندونن، این به هر حال مربوط به افراد مختلف از شخصیت‌های مختلف در زمان‌های مختلف، اینه که ممکنه یک همچین احساسی در بعضی به وجود بیاد، احیانا فکر کنن که خب حالا چیکار میشه، که کاری نمیشه کرد. این نظر تراب هست که در این کتاب منعکس شده. دوستانی که به هر دلیلی نقدی داشته باشن خب میتونن نقد خودشون رو مطرح کنن، الان فضای مجازی باز هست، هر کسی میتونه هر نظری که داره منعکس کنه و اینو در اختیار همه بذاره. چاکه من فقط بگم که این کتاب رو میتونید از طریق بهروز ارژنگ، این شماره تلفنش اعلام میکنم، دوستانی که علاقه‌مند هستن میتونن تماس بگیرن کتاب رو تهیه کنن، یا اینکه منتظر باشن در کتابفروشای مختلف. شماره یه تلفن بهروز ارژنگ از این قرار است: 076-42-48-958. تکرار میکنم 076-42-48-958 برای تهیه کتاب از فیضی تا پیکار، خاطرات و نوشته های تراب حق‌شناس. یکی از پیوست‌های کتاب تیترش این هست: دست‌هایم کو. یعنی وقتی که تراب دست‌هاشو گم کرده، یعنی بیماریشو توضیح میده و این بسیار تراژیک هست، بسیار آموزنده است که یه فردی که نه دستش کار میکنه نه پاش کار میکنه، فقط ذهنش کار میکنه و حتی یه لقمه نمیتونه به دهنش بذاره، پیشانیشو نمیتونه بخارونه، هیچ حرکتی از خودش نمیتونه انجام بده،
در تخت بیمارستان باز داره تولید میکنه، باز داره ترجمه میکنه، باز داره خاطراتشو تکمیل میکنه و باز داره نصیحت میکنه، راهنمود میده. کسی بهش تلفن میکنه میگه که فرزند نقاشه، میگه خب نقاشیات به کجا رسید، ادامه بده کارتو. حالا شما که اینو گفتین آقای نجاتی، من دارین منم یه چیزی بگم، این که آدمی در زندگیش وقتی به جایی میرسه، خب سنش میره بالا و سالمند میشه، تنها تر میشه، ولی تراب تنها نبود و رفقای تراب همراهش بودن، در آخرین لحظات خیلی کمک میکردن. همین که شما الان توضیح میدادید نمیتونست دستشو تکون بده، پاشو تکون بده، پیشونیش میخوادید، و اونا خیلی کمک کردن و بسیار بسیار با اقدام انسانی بسیار سطح بالایی. آره تقریبا درسته، جای سپاسگزاری داره تراب. اگه این دوستانش و رفقاش در کنارش نمی بودن، عمرش بسیار کوتاه‌تر از این. آقای نجاتی درباره پوران بازرگان رابطه‌اش و عشقش و اینا هم توضیح داده دیگه، نه؟ بله، یک بخشی داره در بخش پیوست‌ها، یک بخش مفصل داره زنان زندگی من، درباره مادرش، مادر بزرگش و پوران، و اونجا به خوبی اینا رو توضیح داره. بله، در پایان، در پایان میشه اینم اشاره بکن، تراب اخشنات تو این کتاب هم خب یه بخش زیادی از خاطراتش مربوط به فلسطینه. دام واقعا مبارزه میکنه و اینا، در هر حال شما میتونید در مواردی هم با اینا اختلاف نظر داشته باشید و اینا، ولی اینا همه مخالف اشغالگری اسرائیل هستن. اینو به طور فرد میگم که در بین اسرائیلی ها کسانی هستن اونقدر برخورد عادلانه و انسانی با قضیه فلسطین میکنن و حرفایی میزنن خودشون که شما در فرانسه نمیتونید بزنید. بله، حالا حالا آقای افشانست، چون ما وقتمونم رو به اتمام، من این سوالم دوست دارم از شما بپرسم، چون به هر راه حلای مختلف هم داده میشه برای این نقطه کانونی بحران خاورمیانه و سرزمین های اشغالی، از نظر شما راه حل صلح پایدار چیست؟ از من که بپرسین که دیگه خیلی، من خیلی باید خودخواه باشم که بخوام بگم که کسی که جوابی که تا هیچ کس برش پیدا نداره من دارم، ولی واقعیت کار رسوندن حق به حق دار، این اصل قضیه چگونه؟ یعنی اسرائیل و پشتیبانانش که یک دم از اشغالگری پشتیبانی کردن و به اصطلاح از همه جهت حقوق مردم فلسطین و مردم عرب رو زیر پا گذاشتن، اینا باید به زور، من معتقد نیستم کسی میتونه نه التماس بکنه نه حقوق بشر میتونه کاری بکنه، هیچی، هیچ کدوم نتونه، نه جامعه بین المللی به اصطلاح کاری برمیاد نیست، باید مردم منطقه این توانایی کافی و لازم رو از نظر سیاسی، از نظر تشکیلاتی، از نظر نظامی، از همه جهت پیدا بکنن تا بتونن غول با شاخ و دمی که پیدا شده و 60 ساله که بر منطقه داره دیکتاتوری میکنه فلسطین رو، اینم اشاره بکنم در همین چیز که از فلسطین چیز زیادی باقی نمونده دوستان عزیز، همه رو دارن میبلن، ولی چیزی که نتونستن ببلن تا کنون اراده مردمشه.